سلام دوستان عزیز، امیدوارم در هر جای دنیا هستی خوش و خرم باشید. امروز آموزش شیرینی پاپیونی یا کلچه پاپیونی رو داریم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. روغن 50 گرم، 120 گرم ماست، 100 گرم شکر، 340 گرم آرد، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1 قاشق چایخوری وانیل و 1 دونه تخم مرغ. داخل ظرف 1 دونه تخم مرغی که داریم با همزن میزنیم تا کاملا تخم مرغ ما 1 دست شود. 120 گرم ماست داریم که حدودا نصف گلاس میشه. اضافه میکنیم و با همزن مخلوط میکنیم. پنجا گرم روغن اضافه میکنیم که حدودا 6 قاشق غذاخوری روغن میشه. 1 قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم. 100 گرم شکر به حدودا نصف گلاس میشه. اضافه میکنیم و با همزن تمام مواد میکس میکنیم. باید خوب میکس شود تا دانه های شکر کاملا حل شود. 1-2 دقیقه کاملا هم بزنیم. 340 گرم آرد داریم که حدودا 2 گلاس و 3 قاشق غذاخوری آرد میشه. 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه میکنیم و مواد با هم دیگه مخلوط میکنیم تا بیکینگ پودر داخل آرد کاملا مخلوط شه. آرد و بیکینگ پودر در 2 مرحله در مواد اضافه میکنیم. الان نصفش علک کردیم و با مواد مخلوط میکنیم. وقتی که کاملا این مواد با هم دیگه مخلوط شد، نصف دوم آرد اضافه میکنیم و با مواد مخلوط میکنیم. و حالی بقیه آرد علک میکنیم و با مواد مخلوط میکنیم. وقتی که خمیر کمی سفت شد، شروع میکنیم با دست به ورز دادن خمیر. موقعی که خمیر را با دست ورز میدیم، برای که خمیر به دستاشمون نچسبه، دستاش رو با روغن چرب کنیم. و حالا خمیر ما کاملا تیار شده، همینطور که میبینید به این فرم در آمده. و حالا روی میز ما 2 قاشق آرد پاشیدیم و شروع میکنیم به باز کردن خمیر. آرد گز یا وردنه را با آرد روش میپاشیم تا که کاملا راحت روی خمیر حرکت کنه و به خمیر نچسبه. خمیر کاملا باید نازک باز کنید. همه اطراف خمیر 1 برابر باز شد. حالا خمیر ما کاملا باز شده، همینطور که میبینید به این اندازه ما خمیر باز کردیم و 1 دانه قالب گرد داریم که با این قالب گرد روی خمیر فشار میدیم و برش میدیم. بعد از اینکه کل خمیر قالب زدیم، قالبای گردی را که بریده بودیم در 1 گوشه کنار میزنیم و خمیر اضافه را جمع میکنیم. دوباره 1 زغاله میکنیم و از اول باز میکنیم و دوباره شروع میکنیم به قالب زدن. دوستان عزیز، 1 دانه از این خمیرها رو من برداشتم، از قسمت وسط 1 دانه برش میدم و
یک سان فاصله و دوباره یک برش دیگه میدون به سمت وسط و در قسمت روبرو دوباره یک برش تا وسط خمیر پیش میاییم و دوباره نصف دایره میمونه. نصف دایره را ما به سه قسمت تقسیم میکنیم و دوتا برش میدیم و دوباره خمیر را برگرداندم به طرف خودم و دوباره نصف دایره را به سه قسمت تقسیم کردم و دوباره دوتا برش دادم. خمیر برگرداندم طرف خودم، همین جایی که دوتا برش داده بودیم قسمت اول، دوتا قسمتی که این طرف بود کاملا خمیر تیکه وسط طرف بالا میکنی و خمیرهای دوتا بغل به همدیگه میچسبانیم و تیکه وسط رو میه. و حالا قسمت وسطی که دوتا برش مساوی یا موازی داده بودیم برمیگردانیم و به قسمت پشت به صورت پاپیون وصل میکنیم و حالا دوباره یک دانه برش و دوباره دوتا برش در قسمت روبرو و نصف خمیر ما دوباره به سه قسمت تقسیم میکنیم، دوتا قسمت برش میدیم، دوباره دوتا قسمت دوستان بسیار آسانه. دوتا تیکه بغله به همدیگه وصل کنی و تیکه وسط میاد رو، دوباره دوتا تیکه بغله به همدیگه وصل میکنی و تیکه وسط میاد رو و خطی که برش داده بودیم به اندازه یک سانت تا دوباره برمیگردانیم، دور از این میپیچیم و قسمت پشت سر میبریم و وصل میکنیم در پشت خمیر. همینطور که دیدید بسیار آسان بود. دو دفعه این جور کردن خمیر به صورت پاپیون رو بهتان نشان دادم برای اینکه شما عزیزان بهتر متوجه شوید. روی پتنوس داش من یک دانه کاغذ ماندم و پاپیونایی که جور کردیم روی کاغذ میچینیم با فاصله و فعلا با دمای 180 درجه 5 دقیقه جلوتر گرم میکنیم و پتنوس داش داخل فر با دمای 180 درجه در قسمت وسط که حرارت بالا و پایین روشنه به مدت 15 دقیقه پخته شود. بعد از 15 دقیقه کلچه ها که پخته شد از داخل داش در آوردیم و ماندیم که سرد شده و پودر شکر داخل الگ میندازیم و روی کلچه ها پاش میدیم. بعد از اینکه پودر شکر انداختم، این پودر طلایی که تزیینی هست من رویش میپاشم. دوستان عزیزی سلیقه‌ای هر کس دوست داشت میتونه روی از این کلچه هایی که درست میکنه بازی پودرهای طلایی تزیین کنه. یکی از دوستان خواسته بودن که آموزش کلچه شیرین برای عید داشته باشیم که این ویدیو را تیار کردم برایشان، امیدوارم مورد قبولشان باشه. دوستان عزیز اگر از این ویدیو خوشتان آمده لایک کنید، چینل خواهرتان را سابسکرایب کنید، نماد زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی من را از دست ندهید. میتونید این ویدیو را با دوستانتان شیر کنید و به اشتراک بگذارید و چینل من را به دوستانتان معرفی کنید. همینطور که میبینید این کلچه ها را بسیار راحت آسان در خانه تیار کردیم. این کلچه ها بسیار نرم و خوشمزه است. امیدوارم شما عزیزان هم این کلچه ها را درست کنید و در کنار عزیزان از خوردنش لذت ببرید و تشکر از شما دوستان که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.